سلام بچه ها. سلام. ما امروز اومدیم جاغرق، یکی از ییلاقات ترقبه مشهد، تا از مکان پویزی اینجا نهایت لذت رو ببریم. همچنین تا آخر جاده میریم و از کنار رودش رد میشیم، از غار قنبر علی، چنار 700 ساله و قبرستون تاریخی و پررمز و رازش هم بازدید میکنیم و کلی جای دیگه دیدنی اینجا رو هم بهتون معرفی میکنیم. پس با ما همراه باشین، بزن بریم. تو قابلی این جاغرق 11 که از کنارش رد شدیم، الان داریم میریم داخل جاغرق 11. بریم ور بریم. یعنی رضا من عاشق این کوچه باقایم. واو اینجا رو شخصی می باشد. در صورت ورود تعقیب قانونی داره. حالا اب نداره، ولی خب از همین کوچه تا همینجاش حداقل یکم لذت بردیم. الان از اینجا بیافتم توی این قلمبه قلمبه های برگا، آیا چیزی میشه؟ آسفالت از جاغرق 41 تموم میشه و الان به خاکی هستیم. بله واقعا الان یه ماشین از روبرو بیاد، ما چجوری میخواییم رد بشیم؟ خیلی خوشگل جاده. سلام، خدا قوت. یک سوال داشتم آجی ازت، این غار قنبر علی کجاست؟ قنبر تیغ. قنبر تیغه؟ از مسجد ده یک چنار بزرگ بود. قبل از چنار دادم که نه مسجد میری بالا تابلو بزردم. آه باش، دست درن کن، ممنون. خرد فکر میکنم رفت آجی. داریم میریم تو دره دیگه، تاریک شد. ما میخواییم بریم این چشمه، ببخشید به سوال داشتم ازت. بله ما میخواییم بریم چشمه از کنون وری بریم، از اون ور. خب به چیزا کجا بریم؟ این غار قنبر علی، قنبر تیغ. نگاه کن، بیا هم حرف میزنم. نگاه میگم این غار قنبر تیغ از کجا باید بریم؟ تا هم تا حال نشنیدی؟ نه. خب از خدافظ. تقریبا ما چقدر اومدیم؟ نیم ساعتی هست داریم میاد، نه؟ اومدیم که دیگه واقعا دیگه چسبیدیم به آب و جادهش هم واقعا بکرو شد. از این بود برم تو آب. خب این چوبه، اینم چوبه. خسته شدی عزیزم؟ ممنونم، چقدر کمک بزرگی کردی.
اون بوقایدا اون ماشین هم اونجا پاک کردیم و الان یه بریم میخواییم نهار فوق لاکچریمون رو بپزیم و بعدش بریم داخل جاغر و جاذبه های جاغر رو بعدش ببینیم تا رضا داره آتیش رو درست میکنه من برم لوازم آشپزی رو بیارم اینا هم تجهیزات آشپزیه آتیشمون گرفته به دلیل اینکه من مصدوم شدم این وظیفه دیرینه رو من به رضا میسپارم اینجوری میکنی بعدش اینجوری رضا از من ترفنده خارق‌العاده تری توی پوست کردن گرجه داره خیلی خب بقیه‌اشو دیگه نبینه نه هم تخم مرغم به لاکچری ترین روش ممکن تخم مرغا رو آورده در نبود نمک از پرتقال استفاده میکنم خیلی خوشمزه میشه البته این اولین بار امتحان میکنم اوه چه خوشگلش املتمون بالاخره آماده شد و میخوریم همینجوری از رو آتیش گرم گرم میخوریم من یه میکنم برای من نمک میرزی زیاد شروع نشه خب وسیله همونو جمع میکنیم و میریم به سمت جاغرق جاذبه های جاغرق تو دوربین معلوم نمیشه ولی اینجا خیابوناش به شدت شیبشون زیاده الان داریم میریم به اون سمتی که اون آقا محلیه اولاغش بود جایی که آدرس داده بود رو داریم میریم اونجا که از جاذبه های جاغر اونه که باقی مونده ازشون دیدن کنیم آره کنار مسجد پاچنار یه خیابونی هست اونو میای و همجوری میاد که بالا که میاد که میاد هنوزم که داریم میره بالا کلی اومدیم بالا تا به قبرستون رسیدیم و یه جورایی به بام جاغر رسیدیم خیلی ارتفاعمون زیاده میخواییم بریم توی این آرامستان یا قبرستون جاغر و ببینیم که قبراش چقدر قدیمیه حالا شاید براتون سوال باشه که واقعا ما که همش جای تفریح میریم برای چی اومدیم به قبرستون جاغر دلیلش اینه که این قبرستون قدمتش به سال 750 میرسه 750 خورشیدی و میتونه آداب و رسوم و فرهنگ گذشتگان رو نشون بده همینطور از لحاظ باستانشناسی جای پر اهمیتی ایناهایی که اینجایه فکرم همه سنگ قبر باشه ولی خب رو هیچ کدامشون چیزی ننوشته که مثلا تاریخی اسمی اینا هیچ کدام روش ننوشته احتمالا خودیاشون میدونن که این سنگ مال کی هستش خب اینجا یه تابلوی هستش که در مورد این قبرستون یکم توضیح داده چه جالب جاغرق قبل از این که الان هست تو مسیر راه تابستونی نیشابور به توس بوده از نیشابور که میخواستم برن توس این مسیر تابستونیش بوده چون خوش آب و هوا و معتدل تره کسی که اینجا هستن اون سنگ قبرای قدیمی آخر همشون بیشتری جاغرقیه و بیشتر تا سنگ قبرها تاریخشون به قمری و 966 و 988 اینو نگاه کن سنگ قبر ولی اصلا رفته تو راه دیگه چقدر باقوش و باقای معلوم نیست بگنه بیشتر کاوش میگرم ببینیم سنگ قبرش مال کیه مثلا این دیگه خیلی طرف آدم بزرگی بوده که پاک شده هیچی هم معلوم نیست ولی معلوم نوشته هاش 998 آره این مال 998 شمسی قدیما از اونجایی که قبرها رو کلن
سنگ نمی‌کردن یا سیمان نمی‌کردن برای اینکه اون حد و حدود قبر مشخص بشه. اول قبر، بالای قبر، جایی که سر اون بنده خدا فوت شده بوده، یه سنگ می‌ذاشتن، تهش هم یه سنگ دیگه می‌ذاشتن که این حدودش مشخص بشه. خب این قبرش اینجاست مثلا، این قبرش مثلا اینجاست. میگم شما مال همین جاغه هستین. یک سوال داشتم، این غار قنبر کوه اسمش چیه؟ قنبر تیغ میگین بهش ها؟ برو مچر یا خیابونی هست ساختمون کلانتری و شورا اینا. آره اصلا اون خیابون رو باید بریم بالا. آه ممنون، دستم درد. خب یه دونه از محلی های اینجا رو پیدا کردم، یعنی تقریبا میشه گیر آوردم و آدرس غار قنبر کوه که اینا بهش میگن، اینجا بهش میگن قنبر تیغ، گرفتم و بزن بریم برای غار. آره 700 سانتی. آره فکر نکنید خشکه ها، پایینش سبز، ولی خب بالاش قطع شده. آره که این به خاطر این اهمیتی که داره اینو قطعش نکردن، با اینکه وسط جاده بوده قطعش نکردن و دورش هم حالت سنگ گذاشتن، دیوار درست کردن، میدون درست. غار قنبر تیغ خیلی خطرناکه بابلان. چرا؟ از لحاظ تاریکی یا که نه معلوم چی شیبون چیزی امینی بوده. خطرناکه؟ آره گفت خطرناکه ها، شاید حیوانی چیزی توش بشه، شاید هم آدمی هست، ولی تا حدودی مسیر درست اون آشش اونا پیداش کردیم، خیلی اتفاقی ردش هم کردیم. همون چپ قبلی که گفتی مریم اونو باید بریم. یکم ترسناک هستم. چرا؟ ولی این همه پشگل گوسفند اینجا ریخته، انگار که گوسفنداشون رو شبا می آوردن اینجا و خودشون هم میرن اون تو که استراحت کنن. قنبر؟ قنبر بیا بریم. غار قنبر کو برای این معروفه و یک جاذبه ای هستش که یکی از یاران امام علی توی این غار پناه برده بوده یا زندگی میکرده یا هر چیزی، به خاطر همین اینجا رو متبرک و مقدس میدونن. به نظر کسی هست؟ اگه کسی هست ما نیاییم. بیا بریم تو، اول دوربین بره که همه جا رو بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. چه بویی میده اینجا. این سقفش سقف نداشت بچه ها، نگاه کنین ریخته پایین. اینجا قشنگ معلومه اینجا اینجوری تپه شده، سقفش ریخته اینجا، یعنی هر آن امکان داره الان ما اینجا دفن بشیم. با 8 متر راست میگه، از اونجا تا اون ته 8 متر هست، حتی شاید بیشتر باشه. ببین خیلی بود اینجا چیزی نداره. ای دو ساعت این سگ اینجا بوده، ما هاپ هاپ میکردیم، سر صدا میکردیم، هیچی نمی، خیلی هوای توش چیز بود، پشگلی بود. خیلی هوای گوسفندی داشت. خب باش، اینم از غار قنبر تیغ به قول محلی های اینجا که الان دیگه فکر نمی کنم خیلی مقدس باشه و بیشتر شبیه طویله شده. میریم برای جاذبه بعدی اینجا. میریم برای دو قابلی؟ نه، میریم برای امارت سفیر انگلیس. حاجی سلام، خسته نباشی. یک سوال داشتم، این امارت سفیر انگلیس شما بلدی کجا که خراب؟ به رودخانه میخوره؟ یه مدت تو کوه بودیم، الان برگشتیم، قشنگ شهرشون چراغونی شده. آره اون موقعی که اومدیم اینجا خیلی تاریک بود، الان همه چراغا روشنه، روشن روشن شده. سلام، خسته نباشین. حاجی یک سوال داشتم، این خانه سفیر انگلیس هست شما بلدی کجا؟ هودر؟ هودر کجا؟ هودر دیگه، باید دیدن هودر، به هرکی بگی دهن هودر میگه، بعدا میری بالا سر تپه. ده خانه چه ببینی؟ آره خانه چه خراب شده دیگه. آره میدونه. خب یعنی از اینجا که برم دیده میشه که سر تپه هست؟ نه دیده نمیشه، اینجا تلت خانه هست، بالا باید بگی.
ها گم میشن؟ ها تاریک حالا الان به تاریکی میخوری صبح میشه با یک چیزی اقلا کسی تو باغ میشه و زید آدرس بده. ها یعنی تا اونجا راه نیست با ماشین بریم؟ نیم ساعت راه. باش ممنون دستتون در نکنه حاجی. ممنون. خب برمیگردیم دیگه امارات سفیر انگلیس. البته که این حاجی گفتش که خراب شده الان خراب است ولی پس برگرده پس برم اولی بخوریم. بله نیم ساعت راهه، بعد مسیرش صعب العبوره و باید کسی اونجا باشه تا روز بهمون راهنمایی کنه که بگه از کنون وری بریم. از اونجا که الان تاریک و شبه دیگه نمیشه بریم. پس برمیگرد به خونه. از همینجا با دو قابلی خدافزی کنیم. خدافز بای. خشخش کن دیگه. این مثلا خشخش نه نه اونجوری نه. خوبی نیست که بریم اینا. چرا دیگه یک کمی رو مقب دو خیز بگم بگم بس نه مریم دور بزنیم حتی هم ماشین رو کنم باش فرا. او فرا میخواییم بریم اون تو مریم. آره هم خوب باشیم و ساعت ما خواه. سلام. هیچه آقا خاموش شده.